صاحب تا چې ته د پولاد علمدار په دفتر کې چای ویشې فکر کوې چې پولاد علمدار یې عبدالحی زه ولې ټلیفون درته وکم زه پوهیږم چې څه وایې راشه له موږ سره یو ځای شه هر څو یم خرڅ کا زموږ رئیس د چا په اله دلته نه راځي هر کله چې زړه غواړي هغه دلته راځي یعنې ته باید ووژل شې چې هغه دلته راشي همداسې ده لاؤ دتا والے ٹپی شو بھائی غالا شکانا تھامی وا مار میں بنا د په خوا سالوی خال د نن یې ویور از پاند از دی هو واخله کده سی روم د ساس کو غونی تیریږي ای جاور جانا هر کله د چار سوی د خپل فکر نه ده باندې کنو هغه وخت بیا ز است هغه چخل هر سوی تا یو شپون کونا وډوند کړه ا ځان ته ده در مې فکر کوي زا دا س فکر م کوي زا ډیر مګه کې ګرا شم را سره سره بکا تم دوبره راته ما ګوره سر کفا پدې کې سي دي ها پیسې دي ولې سونیا په کور کې مده زخم لپاره کوم سشته یو سخره ته وای چې څه خبره شوې ده ته خې خیام خیام که وازیا دې خرابې شي ډاکټر راو غواړم ډاکټر ماکټر مرا غواړم وے گھنڈا ستا گوری کا ڈاکٹر وائنو ہم دا کرے کب ڈیر درد لاری فرہادا خیر دائی کنانا کتا سی نشی تو کی غلاکڑی او دہری لانو پیسے پیدا کڑی نو زبا مو پخپل لا سو وژنم نا گرانے دے چش نشی تو کی وګوره کنانا ما ستا له امله خپلې کورنۍ سره شخړه وکړه زه هر څه منم خو په دې اړیکه کې هېڅ خیانت نه منم کوم څه ده چې ولیدل نه مور ته کوم څه وایي او نم کوم بل چاته بیا به وګوره چې هېڅ هم نه کیږي تاسو پیسو ته اړتیا لرئ تی لري کنانا تیم لري نو بیا ولې داسې حماقت کوئ ها ولې نه ډېره اړتیا ورته لرو جلۍ که وغواړې چې د مافیا ډله جوړه کړې نو ډېرې پیسو ته اړتیا ده حالانه حالانو صبر ما کبا واخله لیوانه یا لومړی دی ولې راته رانه بو او سه بس کچه غټه لري فکر کوم چې دې باندې کوم موټر راغی کې دې شپلر دې مور مې راوستي وی راځه چې فرات پورته بوزو حالا زرکا بای زحمتونه مو ډیرو بخی هیله کوا راځه یو پیاله قهوه را سره وڅکی نه مننه په زحمت کې کوي استغفر الله مهرباني وکړئ مهرباني
هیله کوم مهرباني وکړئ. په خیر راغلی ګرانې. سلام. څنګه یې سونیا جانې؟ ژوندی اوسي. اوس څنګه یې هلکه؟ پوڅه ده. زه لاړ شم، یوازې پرېږده. وضعیت مې نه ګورې چې په څه حال کې یم. ته هم د سونیا کالي واغونده، بیا راشه پوه شوې. څنګه یې سونیا لورې؟ ښه یې؟ ښه یم ښاغلیه، تاسو څنګه سئ؟ زویا، ته دې ولې دندې ته نه تللی؟ هغه نن لږ وخته کور ته راغلم. ښاغلی کنانه، له کار نه تښتې که څنګه؟ ولې مې زوی ته داسې وایې؟ زموږ د ناوې لیدو ته راغلی. تاسو دواړه په کور کې یوازې وئ؟ نه مورې، پوسات شته او رانم شته. زه بیرته راځم. سونیا جانې، ته لاړه شه قهوه تیاره کړه. څه رقم قهوه څکې؟ ساده وي سونیا جانې. ما ته هم یوه پیاله ساده تیار کړه. بیا مو څه کار کړی دی؟ هېڅ هم نه پلاره. خی دا رنګ دې ولې الوتی دی؟ اوف. ولې دې دومره ځنډ وکړ مور جانې؟ تاسو ټول په کور کې څه کوئ؟ که دې باندې لاړ شو وایې مازه، که مې په کور کې ووسم وایې څه کوې؟ پولاد خبر وی چې ته نن په کور کې؟ هغه لږ کار لره، ما ته یې وویل چې ځه ته کور ته لاړ شه. اوران چیرته ده؟ اوس راځي. ډوډۍ څنګه وه؟ زما هم ډېر زړه کېده چې راشم، خو دوی پرېنښودم خاله جانې. یعنې ته غواړې دا ووایې چې تا هر سوی نه پېژنې؟ همداسې ده که نه؟ راته ووایه. هو همداسې ده. یعنې په خبرونو کې او ټلویزیون کې دې نه دی لیدلی؟ په ټلویزیون کې مې لیدلی. یعنې دا چې له نږدې نه دی لیدلی؟ که مې لیدلی هم یې په یاد مې نه دی. یعنی څه چې په یاد نه دی پاتې ازارمه، فکر وکړه، ته شیطان ګورې نو هغه بیا دومره زریروې؟ نه، هېڅکله مې نه هېرېږي. بیا نو ولې دا خو یې حق نه ورکوې احمقه؟ کار نه کوي، که کار وکړي نو حق یې ورکوم. هډوکو دوکانه، ستا ملګري کار نه کوي که څنګه؟ نه ماما، ولې کار نه کوي؟ دا دروغ وایي. ته په رښتیا دروغ وایې؟ نه، دروغ نه وایم. ته څه کار کوې؟ ها، د خوږو کمپنۍ لرم. پاڅېږه، زما د ونې اندازه واخله. کېنه پیاده به. ماما، دا څوک دی چې ستا د ونې اندازه واخلي؟ دا احساس وړتیا نه لري. آفرین نصرته، یو سیروم مې درته په ډالۍ کې درکړ. ښه نو پاڅېږه، زر کوه زما د پتلون اندازه واخله. هله نو ماما، دوی په رقم پتلون ګنډي، تا خو خپله دریشي اغوستې ده. ښه، ځه که زه یې نه اغوندم، جوار خو یې اغوندي. د جوار د ونې اندازه واخله. جوهر ماما، ستاسې د ملا اندازه څومره ده؟ نصرته، ما ته داسې ځان لوده لوده مه کوه، پوه شوې؟ کنه داسې یو څپېړه به دې ووهم چې په هوش راشي. ماما، د دوی نه هېڅ هم نه جوړېږي. زه یې حق ورکوم، ځان سره یې په کمپنۍ کې شریکوم، سهم ورکوم. که ښه کار راته وکړي نو ډېرې پیسې به هم ورته ورکوم. بهرني سفرونه مورته برابروم، کولی شي ښه کارونه زده کړي. یعنې دا چې ته خواږه شیان تولیدی؟ ماما، موږ نغدې پیسې غواړو. ولکه دا دې له ځان سره شریکه یې، د څه شي نغدې پیسې؟ تاسو غواړئ چې کار هم ونه کوئ او مفتې پیسې هم ترلاسه کوئ؟ پاڅېږه، هله نو زر کوه ورسره شریک شه. لاس دې ښکلوم. نه نه، ځه لاړ شه، لاړ شه.
دومره مهرباني ور باندې مکه پکاراره قراره په کار پایلو کا لومړی کار ورته زده کا ورسته بیا حق ورته ورکا ډیره مننه کو بل خدمت خو نشته هر ورځ د ما د خپل تولیداتو نه خبره وا پوه شوې کېدای شي چې ستاسو د خوږونه لږ واخلم ماما میرم قدلی تلفون کلای اور تا ورسا تلفون کوام میم دادا تا ایما تراؤڑا چی سوائی بلے قدری جانے زیم ماما دے نا گرانے دا اوری دے گواہی کوفتا دے یادکا دا سار نیچ پلا سنو کی سیرم چالان دے ناروغ دے ماما تا دی پخ کرے یعنی دا چی جاوار تا دینا دا پخا کرے ام دا سی دا ما ته ولی پخا کی زه خو حسن ما را ورس خورم بادام ولر یو که بے بادام ای والا که بادام پا کی بیا دیر نخورم آخا خورم ای حالا نو رازا 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 زه دی پتا ما ایم زر راشا مک دی پتا ما ایو ماما حقا دی ولی رو غوختا تا خو خو گوری چه زخو نایم یوز القدری راشی تا بم دیر زر خشی اجازه مو دی اجازه خواندیه از چیزو آخانو تاسو بام زمون دوره ایتر از ای هو بلکل سمده ولی نه او اخلی گرانه سونیا جانه بزنده پام کوا تاسی نسرین بو ساده بیا با او گرو ده خدای پامانه دیره مانانه گرانه دا خدای پامان ژوندی اوسئ فراد به څنګه کیږي نه پوهیږم ووایه تاسو بیا څه کړی دی ها څه خبره ده مورې موږ داسې هېڅ کوم کار نه دی کړی زه درته بیا کله ښکارم تاسو چې ځانونه وخوځوئ زه پوهېږم چې تاسو دواړه څه کوئ خیر ووایه چې په څه باندې پوهېږې ته یو بېکاره وې او لکه بېکاره غوندې به ومرې ته په دې وړو کارونو باندې به هېڅکله خپل ژوند جوړ نه کې واړه کارونه نو همداسې دي که نه زه بېکاره یم که نه ما سره راشه اوستم ما تا بیکاره وای موری دا حالک لمنزه زی موری حالا دکتر راو غڑا نو امکان لریش دکتر راو غڑو
سمدا سمدا زخپله او چاره کوم سونیا جانې لاړه شه او تلیفون راوړه. بل زلمی د خپل د کارونو نه خبره کوي تر څو له تاسو ملاتړ وکړم. پخیلغه ولندالې خوشاله اوسې. کور دې ودان هم داده یو ځل دې زمونږ پښتنه ونه کړه. په اصل کې خو زه له تانه ګیله لالم. د کلک ته پیسې وایم خو ته زما پښتنه ته لانغلې. وا دې ورېدل جوهره چې څه وایي؟ اورم اورم هیڅ هم خبره نه کوي. ستړې مشه خورې حیات خو دې په یاد ده جوهره. په یاد مې ده. څنګه خورې ښه یې؟ ډېره مننه وروره ښه یم. ماما مې وخت لري؟ دلته ولې راغلی؟ ولې نشم کولی چې د ماما لیدو ته میره شم؟ وای زمانه زه ولې ناوې راغلې ده؟ په خیر راغلې؟ دا ټول د جوار دی لاسه. هغه مې نه پرېږدي چې درشم. هغه پوهېږي که زه درسره وګورم بیا ستاسو د واده خبره کوم ګرانې. څم ماما مېرمن حیاته موسر راغلی ده. بخیر راغلی مېرمن حیات. خوشحاله اوسې. امدادا هلکه دا ته څه کوې؟ ماما تازه کوم ډول لونې ته لاړ شه شان راوړه. امداد جانه لاړ شه. راځی 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 راځی. وای 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 دا جوار لیوانای خود اس په قدر نه پوهیږي. قدر یې جانه نو شي جان دې شه ماما. که زم دا رقم گفته و خورم نو باورا که چیزم در بند مینیگم. آفرین جوار. ماما پا دی خود تم پوهیگی چه مام ادا خوزون هیچ کم دار نلرو. اخا ماما اخوا کی گیدی چه تم مینه وکی؟ اوه ولی نه ما څوک چوخیاری مینه کوي. درودی شه ماما. واوره ماما ما ته څه ویلي و چې تر اوسه یې تاسو نه دي ویلي؟ همداسې نه ده جوهره؟ مکه وچلی مکه وه چې هډوکې مې درد کوي که نه وایي. نه څه خبره ده چې جوهره تر اوسه راته نه ده کړې. حیات یو چېرته کار کوي هغه د موسیقۍ په برخه کې. رئیس هیڅ دوی ته خپل حق نه ورکوي. معاش خو ډېر لږ ورکوي. آن دا چې بیمه هم نه لري ماما. رئیس مار سوی د مېرمن حیات نه مراد. ما ته دې ولې ونه ویل چې دا خبره مې درته حل کړې وای؟ په داسې بې ځایه او بې ارزښتو خبرو مې ولې ماما خفه کوي؟ وجلی ها سل دفعې مې دا خبره درته وکړه جوهره. درته مې ویل چې مېمې وهه ولې نه پوهېږې؟ یعنې دا چې هغوی ستا حق نه درکوي. او جاور جان دلته بېغمه ناست دی. ای بېکاره جاوره د غچ اخیستو په کیسه کې دی. ما اوسه جاور شه د هر څه نه مخکې د مېرمن حیات کار خلاص کړه. د هر سوی سره به بیا وروسته ګورو. د مراد په اړه فکر وکړه نه ماما. باور وکړه چې زه خبر نه وم. قسم وخوره والله بالله که خبرو ماما. ولې په هغې ورځ مې ګوته ورته قط نه کړه چې پام کوې هېر دې نه شي. وجلی ولې په هغه ورځ ټپي نه شوم؟ هر کله چې ګورم بې ځایه خبرې کوې. چای دلته نه څکوم. د مېرمن حیات په دفتر کې څکوم. وګوره دا چې مراد لا څوک دی نو ګوره مېرمن حیات هر څوک لو بېخو پېژنې که نه. این پسرک رحمت الله نام دارد. پسر 2 ساله ای که مصاب به سراخ قلب است. هموطنان عزیز به 1313 زنگ بزنید. رحمت الله جان مصاب به سراخ قلب است، کمک کنید. هموطنان عزیز امروز با خریدن تکت ایثار به رحمت الله جان کمک نمایید. با 1313 با تماس شوید.
زندگی یک طفل را نجات دهید و همچنان از سیم کارت های روشنتان می توانید 10 تا 50 قطعه تکت خریداری کنید. طریقه رای دهی در ستاره افغان با 456 تماس گرفته 15 و سپس کد نمبر ستاره دلخواهتان را دایر نمایید و با 456 15 و کد ستاره مورد نظر خود را ارسال نمایید و در سرنوشت ستاره مورد علاقه خود سهم بیشتر بگیرید. ما کشتی صبر خود در بحر راشه داریا کد رای دهی 15-13. همسای ما همه خوب و نزدیک اما همه کارایی میبینید. زیبا حمیدی کد رای دهی 15-16. اما دختر قومای ما پیغام کده برای ما گفته دل من. منصور آریان کد رای دهی 15-17. اشکان عرب کد رای دهی 15-18. خودت گل دهنت گل. حبیب الله فانی کد رای دهی 15-11. نکته: خدمات 456 برای همه شرکت های مخابراتی محلی قابل تطبیق می باشد و با 8656 صرف دارندگان سمکارت های روشن، اتصالات، MTN، وصل تلکام و سلام پیام فرستاده می توانند. حالا شما از یک سمکارت فقط یک رای ارسال کرده می توانید. اما اگر می خواهید برنده جوایز چون یک پایه یخچال و یک پایه بخاری شوید، پس هر خبری که می خواهید رای ارسال کرده می توانید. در خارج از افغانستان با شماره 0393-799-780-456 تماس گرفته به ستاره دلخواهتان رای بدهید و یک تن به قید قرعه برنده خواهد شد. این برنامه از سوی پارتی انرژی درینک و بلو سونیک برای شما تقدیم می گردد. سبا مخم ریختی هراتا وای چه غلیک چالی کلا باید راتا ریختی هوای منواراتا وایا باید راتا وای چه غلیک در تا چالی کلا با خانه تو سماتا والی دروغ وای هوا موری موری نیمگره هیله سبا مخم شپاگ بجی لال مار سخا با برنامه اعلام نتایج ستاره ها خوش آمدید. باز هم شب سرنوشت ساز و ستاره ها تصمیمی که شما گرفتید و نام هنرجویی را میگیرم که میره به طرف خانه. افغان ستوری پنج شنبه دشپه 9 بجه لطلو سخه. این برنامه از سوی پارتی انرژی درینک و بلو سونیک برای شما تقدیم می گردد. رئیسا سه خبرتم آمدی رئیس تاسو خو اصنم داغ بیقلمیت سر باختی های خانو زغوارم چه در سوی مسئله وی خواهت کم رئیس ها سنگه ای وی خواهت کبی مامتی نا پایگم رئیس ها پاره فکر کن آقا وزی توم را صبر نلاری یعنی غواره چی موگ لاستر زنی کنو رئیس ها خب فکر و کم آمدی اوز زندان حقا پو خانه زندان نده کاغا سی وای وز با مغا کار خلاص کرده وای دا سی باورتا ناس نو کد پو خواهوندی وای نو ارسوی با اوز پاچاو دیرو کسانو بید امبر لاندی کار کو هر دول بس لی بای لرلی آن که دیشو را کتیم در لو دلی اوز جان اوز دلفه قرصر خبری وکی چه کلی پا می دملا کورا نو بیا مونگ تم خبر رکی او تر یه وقت ده زنون او رکی رئیسا که داشی ویلی اقوی تخنوی آخر اقوی خو ما شما ندی رئیسا حمیدم خوش قصاب نده اقوی تز ما خبر اوک ز
زر تر زره د ذوالفقار وراره را ته پیدا کړئ. ښاغلی تاسو زه غوښتی وم اون ساله دا چې زه درته سپکې وسپورې وایم نور ستړی شوی یم. کومه خبره شوې ده؟ زموږ ملګري په رڼا ورځ د استانبول په ښار کې لوټل کیږي او ته خبر نه یې؟ زه پوه نه شوم ښاغلیه. خپلو مصري ملګرو ته مې ویلي دي چې پیسې پرته له کومې ستونزې استانبول ته راوړي. ما په خپله د هغوی ضمانت وکړه. نن کله چې هغوی پیسې لیږدولې په لاره کې کوم چا لوټ کړی دی اون ساله. دا څوکې مې د دې دپاره درکړې ده چې د هر څه نه باخبره اوسې. خو دا څه رقم رهبري ده اون ساله؟ ښاغلیه تاسو کاشکې هڅه کړې وای چې مخکې له پیښې نه مو راته ویلي وای، نو هغه وخت به ستاسو پیسې نه وای غلا شوې او نه به م چا نشه یې توکي لیږدولي وای. که تاسو له ما نه خوشحاله نه یئ نو خیر دی، زما په ځای کوم بل څوک وګمارئ. ښه نو ته به بیا له دې نه وروسته څه کار وکړې؟ په سیاست کې شریک یم، یو حزب هم جوړوم. تر اوسه لا ډېر وخت دی ښاغلیه. د سړې جګړې وخت پای ته ورسېده، وروسته له دې ترکیه له سره جوړیږي، نوی کال ته نوی اساسي قانون جوړیږي، ټولنه به بیرته له سره ورغول شي. نه تر ټولو ښه وخت سیاسي فعالیتونو ته دی. زما په اند تر ټولو غوره سیاست هغه دی چې پټ سیاسي قدرت ولرې اون سال جانه. حساسو ټکو ته باید ډېر حساسه واوسې. کولای شي په هر حزب کې شامل شي، کولای شي هر دولتي پوست ترلاسه کړي، ځکه ډېره ګټه هم لري او همدارنګه ډېر اعتبار هم. خو که ته غواړې لومړی وزیر شي او یا ولسمشر شي، تر اوسه ته ماشومې اون سال جانه. آرام اوسه، هغه لارې دې خپله ده او په تا پورې اړه لري. هر څومره ګټه چې لاسته راشي هغه ګټه هم ستا ده. مننه ښاغلیه، خو هغې به خپله سزا وګوري؟ ولې نه، ارومرو یې ګوري. دا ماشومان له دې ځایه بیچ یو خوندي ځای ته لاړ شئ. هله څرخه ښاغلیه حمید راغی. زه چې زه ماشومانو زیناله ته مې له کاکا سره ووسه. بله ذوالفقار خانه، او چیرته هستی؟ سمه ده سمه ده، پیدا کوم تر پنځو دقو پورې درځم، صبر وکی. څه شوي دی مامتی؟ حمید ذوالفقار باندې برید کړی. چیرته دی؟ په کاتالوجو کې دی.
شل آوریز نړیوال جام سیالی ډیر ژر للمر څخه طریقې رای دهی در ستاره افغان با 456 تماس گرفته 15 و سپس کد نمبر ستاره دلخواهتان را دایر نمایید و با 4656 15 با کد ستاره مورد نظر خود را ارسال نمایید و در سرنوشت ستاره مورد علاقه خود سهم بیشتر بگیرید. راشد آریا کد رایدهی 1513 همسای ما همه خوب و نزدیک اما همه کارایو میبینید. زیبا حمیدی کد رایدهی 1516 اما دختر قومای ما پیغام کده برای ما گفته دل ما. منصور آریان کد رایدهی 1517 وقتی دامن چین میزنه چی سازه غمگین. اشکان عرب کد رایدهی 1518 خودت گل دهانت گل حبیب الله فانی کدرایدهی 1511 نکته خدمات 456 برای همه شرکت های مخابراتی محلی قابل تطبیق می باشد و با 4656 صرف دارندگان سمکارت های روشن اتصالات MTN وصل تلکام و سلام پیام فرستاده می توانند. حالا شما از یک سمکارت فقط یک رای ارسال کرده می توانید، اما اگر می خواهید برنده جوایز چون یک پایه یخچال و یک پایه بخاری شوید، پس هر قدری که می خواهید رای ارسال کرده می توانید. در خارج از افغانستان با شماره 0093 799 780 456 تماس گرفته با ستاره دلخواهتان رای بدهید و یک تن به قید قرعه برنده خواهد شد. این برنامه سوی پارتی انرژی درینک و بلو سونیک برای شما تقدیم می‌گردد. سباشپا صاحب زمارای پده زنگل که نه یواز وحشی زناور دی بلکه یا غیانم شتا دی افسرانو. او دست کبی سباشپا دیمینه دیوا و بجی او دیرش دقیقی داخت پراونه تاسطا دی پارتی نجید رنگ لخوا رندیکی گی زینالا تو با ماشمانو پام کوا اغوی زمونگ لپار ندی راغلی دو ماشمان لپار راغلی مونگ کوالی شخپل زن وش غرو پوش بی خوطا پا اغا ماشمانو بانی پام کوا. در تا می ویل چه لما سر اجمانه وکا خود اجمانه دیره سر با نکره در تا می ویل سر افضایی شا خوی افضایی نشوی تو مده ریگه تا نواجنم خود که کابه دی ارومه رو در تا واجنم تو بیرتا زم اخواتا راشا خود زبای و نکه در تا پریگدم. احمقه یزیدا زازل فقاره ترابلا کاغلی پولا دلم داره اغای زیبو تکتی زال فقار خانه پولا جانه اول جان اول جانه یو شیر اوڑی چی بینه او دریگی حالا زرکوائی زینالا برو دا غوی پسی مزا زمان کسان دیل لگ اوز جانا زرکوائی زینالا زرکوائی حالا وقت مزایی کما اوز جانا جاہ دا رختون اوز جانا سمازا برو دا اوز جانا
بلے اگلے تندے دا مالیات کوٹا تیار رکھیں جاوارا صاحب پختنا دے تری وکڑا نو میں سو قادری جانے نو میں مراد ہو مراد دغه بدبخت ارسوی سره کوماړی کلری ا کویم لری نو پمنګ چا د ارسوی د کسان سره خبرې کول تا پیر کوي جواهر لری او کنا نو اک جواهر ورته وی بیا له موږ سره مرسته نه کوي توبه توبه لری او کنا را ته وای زر کوا لتا سره ما ما کله مرسته نه کړې چې اوسه ونه کی سپوشم انند سار ایسے او بلڈول وے ماما یعنی چاڑی کلری جاو ہرا نا ماما نا ماما لگا چی خپلا پکو ما خبرا پوہے گے مونگتے نوائے آغا مراد خوبا دار سو اخپل نوی کئی اخپلوان نوی نوز دکوون کوئی بی پلا ٹنے دکڑے نمی دکڑے ماما کلا چی آڑی کنلری میر من آیات تمام دوائی چی نئی لری نہ پوئے گم چی دار سوئی سوک دائی دے جاو ہر جان ورور دے کمپرہ دائی خونہ دے گرانے مورا جانا دے ٹولو مائی خانو آو تم زینو وقتا پوری اڑا لری ساما دا کور دے بادان آو دے سگرٹو شرابو کاروبار ما پوری اڑا لری رازا چی مک دوڑا یو زائی کار بکو زمیں باید لیانو نے اوزل پختنا بکم ار سویم پا دے کار کی شریکہ دے ڈاڈا وہ سا اور دلی میں دے چتا ززا سارا کار کا بے سام دے اوری دلی خو کلا چی ار سوی دے ززا کسان زخمی کڑال ززا دے دے کار نا لاس وا خیستا لتاسو سارا کار کول ما تا دے بیار زیدہ عزت خانا کور دے بادان آرام اوسه ذوالفقار خانم راستا نوز جان زما اوس جان به څنګه شي زه به څه کوم زه خو بل څوک نه لرم رازا خانه رازا رازا کینه هیڅ سبب نه کی خدای چې تاسو را ورسېدئ کنه نو زه به مړ وم او اوس جانم نه مړ کېدلای نور نو زموږ څوک نه مړه کیږي دا هغوی باید مړه شي هغوی باید غم وویني درد وویني پولا جانا نه کیږي چې بیرته یې ورته لاس وګنډي څنګه چې هغه ځلی مو ګوته ورته ګنډلې وه داسې امکان نه لري خو موږ هڅه کوو خدای دې بیرته جوړ کړي زما دواړه لاسونه د هغه نه قربان شي مقصد مې دا دی چې هغه دې بیرته روغ شي د دوه ورځې په سم کال د کرکټ شلاوریز نړیوال جام سیالۍ ډیر ژر للمار څخه طریقه ای رای دهی در ستاره افغان با 456 تماس گرفته 15 و سپس کد نمبر ستاره دلخواهتان را دایر نمایید و با 4656 15 و کد ستاره مورد نظر خود را ارسال نمایید و در سرنوشت ستاره مورد علاقه خود سهم بیشتر بگیرید ما کشتی صبر خود در بحر راشد آریا کد رای دهی 15-13 حسای ما همه خوب و نزدیک اما همه کارو یو میبینی ته زیبا حمیدی کد رای دهی 15-16 اما دختر قومای ما پیغام کده برای ما گفته دل من منصور آریان کد رای دهی 15-17 وقتی دامن چین میزنه چی سازه غمگین اشکان عرب کد رای دهی 15-18 خودت گل دهنت گل
حبیب الله فانی خودرایی 1511 نکته خدمات 456 برای همه شرکت های مخابراتی محلی قابل تطبیق می باشد و با 8656 صرف دارندگان سمکارت های روشن اتصالات MTN واصل تلکام و سلام پیام فرستاده می توانند. حالا شما از یک سمکارت فقط یک رای ارسال کرده می توانید، اما اگر می خواهید برنده جوایز چون یک پایه یخچال و یک پایه بخاری شوید، پس هر خردی که می خواهید رای ارسال کرده می توانید. در خارج از افغانستان با شماره 0093 799 780 456 تماس گرفته به ستاره دلخواهتان رای بدهید و یک تن به قید قرعه برنده خواهد شد. این برنامه سوی پارتی انرژی درینک و بلو سونیک برای شما تقدیم می‌گردد. بخیر اغلی ماما، مونگتا مو یاده او بخو ما خوشحالا اسی زوانی مارگا اوٹال والی تش ده دروس پوری وقت ده ماما، اخپلا والی راغل لی ماما هر سر چه پکارو مونگتا با دی ویدیو مونگ راو ڈال از دا چپوی دم چه دا سڑای چو بجی رازی از خوری یاو چو بجی زی، چو بجی بی دکی گی از خوش داگه خاص کس نیم ماما، تل چه حال پولی با نتا 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 ولی من دومله نا وقت دا وستو بشرما ولی پارا خبره که زانه چوی توبه توبه اکیانو ماما اغوالم چه جلت پیدا کم ایچ ارتیانش دا دین دادا اصنا دیم جبا لویا دا حالا نو لارش مراد را اغوالا پسترگو خاخلی ماما دستاسو پا مخی جلت لالم اینو رو پا مخی نلالم توالی دست خلی؟ نه پوهیگم بالاخره زمی دخبر رئیس سر مخامخ کیگم خاغلیا زساما ما راغلی غوړی تاسو وګوري ولی راغلی دی نه پوهیږم خاغلیا اور سره هغه زمونږه حیاتم ده خو راغلاست مو ورته وکړه هو خاغلیا سما ده زه درځه ځواني مرګ ورته وکړه دوی خو ډیر ښه کار کوي ستا لپاره کار کوي چې دلته راغلی قدریا وایي چې دوی په زوره کار کوي نه په رضا ماما جانه قسم وخوره ماما جانه قسم درته خورم بخیر راغلی بخیر راغلی مکتا دی بیار راو باقا جوانده او سه او سه ایشو جوانده او سه بیام پا خیر اغلی شرف خانه خیرت ده تا سپا دست زیو که چکا بای ده جوار واز جات هیچ کنه او هم دل پارامیدل تا راوستو چه ساعتی تیر شی خیرات خدای جاو هر او رو را والد وزیاد خانه ده او ری داری میدی چه زمانگ دمار گورا حقونه ورتا نوار کول کی گی ده هم دل پارامی وزیاد خراب شو خیرات خدای ملگری دل کما کردی اوال او رو را تا د مېرمنو حق ولې خورې زړه مې چې د مېرمنو حق خورم ایام دا چې د ښاغلو حق خورم هر څه چې کوم ښه کوم دا زما خپل ځای دی تر اوسه ستا کور ته درغلی یم ویلې مې دي چې دا کار به کوه او دا کار مه کوه درته مې ویلې دي ګوره جوهره مراد لزانه اصول لری اخپلا می اخپلا اصول رو تاو آیم بیانو پوهیگی ماما از تاسو چوم را زر خواهیگی چه زر تر زر جنگ وکی وقتی خبر کولو لپر را غیریو کلا چه مراد دی خلکو حق نوار کوینو
بیا مګم دا غنه دا وټاله خلو جاره څنګه مراد خانه کچره کبره شي وای خلا نو اوس خدا ابل کوم خبره لري نه مراده تا سره ایس مینا نلر را باندې ګران نه یاور کړه چې و کړم خوګ در باندې غوڅاو اجاره دوی ته وای کچېری کوم څوک لما سره مینا لري نو زما شاته دراشي زه ورته حق ورکوم کون کی زی خاغل یا بل ہے سو گم نہ پیدا کی گے پردا چلا ارشی بیانو ماتا وای چے مرا دار سوئی سرا اڑی کا نہیں لری کچے را سڑی دار سوئی سرا اڑی کا ندر لو دای نو بیا بے دوبر خبر اس ماما کی کولا ایشو یا ستو پیر کی ماما کچے تا دبا نے وای نو ٹوٹا ٹوٹا میں کو مڑ کا وہ میں میر مرے پ موٹر کی دینا گورے احمقا لگ پا دا بوسا تاسو اندیښنه مه کوئ همدا چې هوټل مې واخیسته ستاسو حق هم درکوم تاسو ډاډه اوسئ پرین خود علم چه مڑ شام اوز جان اخپل غج ناخل اولو ما انزازه پا کم لاسه ورنا واخل مرو را پا دی بل لاس دی واخل مرو را دیار سپاڑا می فکر وکا خود دی نا اومی ویل چه مڑ کیگم اغم تر ٹولو نا بادا ما تل دی غیرت مرگ خوخته ده دی بی غیرت مرگ دی خدای نرا کبی خو دا عذاب میز کلا نو خوخته دانو سر دول خبری دی اوز جانا نو روا نورم خو زبا دیر شایان باورم بیلاسا برا توایی مایوبا برا توایی یو بیکاره انسان برا توایی لگ تر لگ خو بیشرف خو در تنوایی کن اوز جانا وای ورورا هروم روی را تا وای ای سوگم در تا داسه نشی وای لای والی ورورا تا خپلانو ویلی طریقه رای دهی در ستاره افغان با 456 تماس گرفته 15 و سپس کد نمبر ستاره دلخواهتان را دایر نمایید و با 456 15 و کد ستاره مورد نظر خود را ارسال نمایید و در سرنوشت ستاره مورد علاقه خود سهم بیشتر بگیرید. راشد آریا کد رای دهی 15-13 زیبا حمیدی کد رای دهی 15-16 اما دختر قومای ما پیغام کده برای ما گفت دل من منصور آریان کد رای دهی 15-17 وقتی دامن چین میزنن چی ساز غمگین اشکان عرب کد رای دهی 15-18 خودت گل دهنت گل حبیب الله فانی کد رای دهی 15-11 نکته
خدمات 456 برای همه شرکت های مخابراتی محلی قابل تطبیق می باشد و با 8656 صرف دارندگان سمکارت های روشن، اتصالات، MTN، واصل تلکام و سلام پیام فرستاده می توانند. حالا شما از یک سمکارت فقط یک رای ارسال کرده می توانید. اما اگر می خواهید برنده جوایز چون یک پایه یخچال و یک پایه بخاری شوید، پس هر خرجی که می خواهید رای ارسال کرده می توانید. در خارج از افغانستان به شماره 0093-799-780-456 تماس گرفته به ستاره دلخواهتان رای بدهید و یک تن به قید قرعه برنده خواهد شد. این برنامه سوی پارتی انرژی درینک و بلو سونیک برای شما تقدیم میگردد. سباش پا این طولش پیز ما دسترگو خواهتا کتل باید زواب راکی فریه غلیشا کده یا بیش پیل باره دی خاخ لیلی وان سادی یوزه باید بازنو زمالو مخیلارش لرکیگم اندیخ نمکبا استاسو دو مور یوازی نیشانس عملیات دایی ما مخیم استاسو دو مور سر خبری کری بی فریحا سباش پا نه بجی لال مرزخه با برنامه اعلام نتایج ستاره ها خوش آمدید. باز هم شب سرنوشت ساز و ستاره هاست. تصمیمی که شما گرفتید و نام هنرجویی رو میگیرم که میره به طرف خانه. افغان ستوری پنجشنبه د شپې 9 بجه له طلوع څخه. این برنامه سوی پارتی انرژی درینک و بلو سونیک برای شما تقدیم میگردد. کلمه چی بلوت واجه تخپل را تاونه ویل به شرف می در تانه ویلی جایل می در تاویلی و ومیلی ده چه ده کارون نده سنگا پا خیمانه شوی ورو را والی ده زوانه واجلم کلا چه پدی پوشی چه بلوت ما واجله ده نوزو با دیم واجله وم کنه ورو را والی ده جوانده پری خودلم پا جواند که می دیره تیر وطنه کرده دی خوخه کارونه میم کرده دی که چیر تا دخه کارونه نرانه پخته نوکه نو یوی دادای وم اویل چه ناپو دای یو تیر وطنه کرده دا بلاخره دا زلفه قاروره را دای داز ماریانو نسل نگی دریگی دام دیل پاره میوانه و جلی بیامی پام شو چه اوز جان زمازان وش غورا اغام دار سویل الاسا ورورا خو ما غختل چه تاو وجنم بیلوت نه ولی از ما بخبره نپویگی پویگم داز مریض آیا پویگم کچیر تا زمستا پزای وینو که دیشی ما هم دا کار کرده با او پا دیم پویگم چه تا دیکا کاسر دیره می نلره انسان زنی وقت نغواری خو بیام خپلو ملگرو تا ضرر رسوی ولی می دیکا کاتا نویلی چه چه دستا واره طولی ازی داندی دا دیل پارا چه تنه ای اوز جانا یاو انسان پراتا دا یاولاس پراتا دا یاوی پخی او یاوی استرگ جوان کولیشی خویس کلم بی شرف بی حیثیت او بی وجدان نشی او سیدلائی تا دیم دخ پل ازت او حیثیت سر دزماری پشان جوان وکا انسان از کلم خپل زواک ده خپل لاسونو ناخلی ده خپل غیرت نیخلی او غیرت ور تا خدای ور کبی اغم لپایدا ایخت نا کچیر تا غیرت ونه لره کبی اصلور لاسونو موله ریز گتا نلره اوز جانا
فیروز جان تاسه غواری خیر مروره نورم خکیگم خدا آفرین زویا انشالله چه رو مرو خکیگی زویا ام داشت دروختون نرخصت شویست آواده کوم یو دیر شاندار آواده بدر تو وکم زاو ماماتی به هم پکه اوسو کنه ماماتی او ام داشت در رئیسا کاکا وای از ماز مره تاسو سره لزان هم دیره زیاده مینه لرم خو اومینو شکره چه او خبره رو بوسم ده خبری مکوا دانو سر دول خبری دی چه تیکه بی کاکا ما دل زان نپورتا که اوز جانه اوز یه وقت نده اکا چه را لگم پا پخو وگرزم نو خوبه بی پا هم دیکو تاکی زینالا اخبل حاكم رات او بخي به نام خدا و با تقدیم سلام شما بیننده آواز مردم از شهر قندوز مرکز ولایت قندوز هستید قندوز در شمال شرق افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک یکی از کلیدی ترین ولایت های است که در طول تاریخ فراز و فرود های زیاد را تجربه کرده است 13 سال پیش در قندوز جاده اسفالت شده به ندرت دیده می شد شمار مکاتب محدود بودند و زمینه های کاری هم اندک اما حالا پیشرفت های زیاد در عرصه های گوناگون صورت گرفته است شمار مکاتب زیاد شدند،
تعداد دانش آموزان هم افزایش یافته است و همچنان تقریبا تمام جاده های داخل و بیرون شهر کندز اسفال شده و وضعیت اقتصادی مردم هم بهتر شده است. اما هنوز ناامنی تهدید بزرگ جانی و فساد تهدید کلان مالی به مردم این ولایت پنداشته می شود. مردم کندز در پروسه های دموکراتیک هم سهم خود را به گونه گسترده ایفا کردند. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در حدود بیشتر از 200 هزار نفر در کندز رأی دادند که رأیشان قابل اعتماد استفاده شده که از جمله حدود 40% آن را زنان تشکیل می دهد. ما به کندز آمده ایم تا آواز مردم را پخش کنیم، اما در نخست توجه کنید به یک گزارشی که ولایت کندز را به گونه گسترده به شما معرفی می کند. کندز از ولایت‌های کهن و تاریخی افغانستان است که در شمال شرق این کشور موقعیت دارد. کندز یکی از گذرگاه‌های مهم بازرگانی و بندری افغانستان به شمار می‌رود و بندر بازرگانی شیرخان نیز در این ولایت موقعیت دارد. این ولایت در شرق با تخار، در جنوب با بغلان و در غرب با ولایت سمنگان هممرز است. همچنان در حدود 270 کیلومتر با تاجیکستان مرز دارد. دریای آمو نیز بین تاجیکستان و کندز قرار گرفته است. شهر کندز مرکز این ولایت است. چهاردره، علی آباد، خان آباد، حضرت امام صاحب، دشت ارچی و قلعه زال از ولسوالی های این ولایت هستند. ولایت کندز یکی از ولایت های ناامن در شمال کشور به شمار می رود. در ماه های اخیر بیشترین تهدیدات امنیتی را دارا بوده است و بارها موج حمله های انتحاری و انفجاری قرار گرفته است. دشت ارچی، چهاردره و حضرت امام صاحب از ولسوالی های ناامن این ولایت به شمار می رود. این ولایت دارای بازمانده های تاریخی و فرهنگی بسیاری است. تپه بالاحصار، کهنه قلعه، زیارت های حضرت سلطان، خواجه مشهد بر شهرت این ولایت افزوده است. این ولایت 5 بند بزرگ به نام های خان‌آباد، نهر نقی، ایرگنک، شاهروان ارچی و بند آب دارد. مردم کندز بیشتر به کشاورزی و دامداری مشغولند و در گذشته ها این ولایت به نام گدام غلجات افغانستان یاد می شود. بر اساس برآورد اداره احصائیه مرکزی افغانستان این ولایت 1,010,037 تن جمعیت دارد. در انتخابات ریاست جمهوری 1393 هجری خورشیدی در این ولایت 188,669 تن رأی دادند. این ولایت 9 کرسی در مجلس نمایندگان دارد که 2 کرسی آن برای زنان اختصاص یافته است. دوباره خوش آمدید. مهمانان ما در این بحث آقای حاجی اسدالله عمرخیل، بزرگ قومی، محمد صابر یوسفی، متنفذ محلی، مرضیه رستمی، فعال حقوق زن در کندز و عنایت الله خلیق، روزنامه‌نگار هستند که همه شما خوش آمدید میگیم. همچنان در تالار حدود 100 تن از شهروندان کندز آمدند تا سخنان خود را بیان کنند و ما هم تلاش میکنیم تا حد ممکن به تعداد زیاد از اینا فرصت بدیم تا صحبت کنند. خانم رستمی، با شما آغاز میکنیم. وضعیت زنان در ولایت کندز چگونه است؟ در گذشته ها خبرهای نادرست از افزایش خشونت ها در برابر زنان در اینجا پخش شده. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همچنین دوستان عزیز و بینندگان گرامی، با توجه به اشاراتی که شما نسبت به گذشته کندز داشتین و ما هم باید یک بحث داشته باشیم کوتاه در این رابطه که واقعا نسبت به 13 سال گذشته امروز وضعیت متفاوت شده. وضعیت زنان هم تا اندازه بهبود پیدا کرده، ولی باز هم کم هست نسبت به کاری که باید انجام میشد. میزان خشونت ها طوری که شما اشاره کردین واقعا افزایش یافته، رو به افزایش هم حتی میتونیم بگیم هست، از خاطر از اینکه واقعا مردم در رابطه به مسائل حقوقی آگاهی زیادی را ندارن، آگاهی رسانی بوده، ولی با توجه به افزایش میزان خشونت ها این نشان میده که کفایت کننده نبوده.
و همچنین مسئله مهم دیگه سهمگیری خانم ها در حکومتداری بوده که ما میتونیم بگیم که سهمداری زنها در حکومتداری واقعا یک ضعیف بوده، یک پروسه بوده که زیاد رشد نکرده، به خاطر چالش بسیار مهم و اساسی بوده که در رأس دوایر دولتی در قندوز کسایی که باورمند به حقوق اسلامی زنها باشند نبودند. بناهن قانونی که حقوق خانم ها را تسجیل میکرده را نخواستن که تطبیق بکنن، زمین سازی بکنن بر ازو و نخواستن که صدای زن را بشنوان و همچنین نخواستن که یک موقعیت که دارای صلاحیت و توانایی اجرایی باشه به خانم ها اختصاص بدن که خانم ها بتوانند. مسئولین حکومتی، مسئولین دوایر دولتی، اگر ما بخوایم که این زمینه تغییر بکنه باید ما کسایی را داشته باشیم در رأس دوایر حکومت، کسایی باشن که به حقوق اسلامی زن واقعا باورمند باشن خودشان که زمینه سازی بکنن و خاطر حضور فعال و گسترده خانم ها. و یک مسئله بسیار اساسی دیگه که اشاره میکنن که گویا خانم ها ظرفیت کاری را ندارن یا تجربه کاری را ندارن، ولی اگر شما دقت بکنین در وضعیت قندوز نهادهای مدنی و رسانه‌ای در قندوز اکثرا توسط خانم ها رهبری میشه که از جمله موفق ترین نهادها هستند. پس نشان میده که خانم ها ظرفیت کار کردن را دارن، توانایی کار کردن را دارن و اگر تجربه کاری در بخش دولتی ندارن به خاطر از این است که در 13 سال زمینه برشان مساعد نشده. پس ضرورت هست که حکومت زمینه کارآموزی آموزش های فوق العاده را بر خانم ها در این رابطه داشته باشه که اونا هم بتونن تجربه حاصل بکنن و بتونن در بخش حکومتی هم نقش خود را به شکل اساسی ایفا بکنن. شکر سپاسگزار. اوچو بمرخیل، یکی از مشکلات عمده فکر میکنم در کندوز مشکل امنیتی است. برداشت شما از وضعیت فعلی چی است و چرا هنوز کندوز ناامن است؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بعد، وضعیت امنیتی در ولایت کندوز تخمینا یک سال قبل بسیار خوب شده بود. تخمینا ولایت قندوز 6 واحد اداری داشت. در هر واحد اداریش یک سال پیش هر کس میتانست که بخاطر انجام وظایفش، بخاطر انجام بعضی کارهایی که میداشت در هر نقطه از این ولایت رفت و آمد کرده میتانست. متاسفانه دشمنای اسلام و دشمنای افغانستان و استخبارات منطقه بخاطر از این که این ولایت یک ولایت تخمینا مرکزی زون بود و ضمنا بسیار سرحد طولانی با ممالک آسیای میانه دارد، دیگه بنا به این نسبت اهمیت ازی به پیش دشمن هم زیاد بوده. سر ازی ولایت بعضی پروگرام های مخالفت در اینجا انجام دادن، بسیار دسائی سر جور کردن که امنیت ازی ولایت مختل بسازن و حتی کوشش ازی را داشتن که باید این ولایت به دست دشمنای دولت سقوط بکنن. با هم حال سایه و تلاشی از امی ارگان های امنیتی به دست های خالی همی بوده که بالاخره اینا توانستن که تا جای را امنیت تامین بکنن، مگم جلوی انفجار و انتحار گرفته نمی شود. دشمنای اسلام و دشمنای افغانستان به از اینمی نقطه های ضعیف استفاده کرده، تخمینا وضعیت امنیتی خوب نیست. و یک دردی سر دیگری را هم به حساب بعضی اشتباهاتی که در خود ارگان های دولتی یا حکومت های محلی من موجود بود، چون در اینجا یک انقلاب بسیار طولانی تیر شده بود، در وقتی که ضرورت به یک تعداد مجاهدین شد اینا به عنوان اربکی سر مردم صدا کردن و تخمینا در حدود 200-300 نفر در تامین امنیت به امرای ارگان های دولتی همکاری کردن، مگم دولت درایت و کفایت عزیز نداشت که او مردم باید تنظیم بکنه، منظم بسازه، در قطعات خود اونا را جلب و جذب بکنه، چون اونا را و تا زمانی که از پیش کار گرفته تانیست و بعد از او که کاری از واقع ختم شد امنیت تا یک حد دیره به مشش واحد اداری تامین شد، این مردم بی سرنوشت ماندن. از اینمی فاصله که در بین از اونمو مردمی که به امنیت همکاری کرده بود و بین دولت ایجاد شد، از این اوباش های منطقه سوء استفاده کرده و دشمن هم از این
دشمنی کی میخواست که امنیت مختل بسازه اونا هم استفاده کردن. به این عنوان تخمینا در حدودی 4500 نفر مسلح غیر مسئول در هر نقطه از ولایت قندوز عرض اندام کردن که تخمینا وضعیت امنیتی ولایت قندوز خیلی خراب ساخت. تشکر، به شما برمیگردیم. آقای خلیق، پنج مشکل کلان در قندوز چی هست اگر شما مثلا حساب کنید؟ من بنابرای خود خدمت شما و دوستان عزیز و بینندگان محترم سلام تقدیم میکنم. افغانستان کوچک یکی از نام هایی است که به قندوز خطاب میکنن. یکی از دلایلش این است که در اینجا از مجموع اقوام و ملیت های مختلف که ساکن افغانستان هستند زندگی میکنن، و تعبیر دومیشی است که نشانه و سمبول مجموعی از مشکلات که در افغانستان وجود داره، این مشکلات به نحو در ولایت قندوز هم هست. شما امروز اگر امنیت را که جناب آقای صاحب گفتن و خود شما هم در مقدمه صحبتهایتان داشتین مورد بحث قرار بدین، قندوز ناامن‌ترین ولایت در شمال افغانستان است. یک از مشکلات و چالش‌های بسیار جدی هست که موانع برای بازسازی، پیشرفت و انکشاف ورثه‌های مختلف زندگی ایجاد کرده. بیکاری و فقر یکی از مشکلات جدی دیگه هست که در طی 13 سال با وجودی که قندوز به عنوان یک بخش از بدنه افغانستان شاهد دستاوردهای بوده، اما در زمینه ایجاد اشتغال زایی و زمینه های کار صورت نگرفته و در سطح اقتصاد خانواده ها و مردم زیاد تغییرات زیربنایی و کیفی به میان نامده. هنوز فقر به گونه بسیار شدیدش دامنگیر مردم افغانستان است. مردم ولایت قندوز با وجودی که ظرفیت های در قندوز وجود داشت که اگر روی از سرمایه گذاری دقیق میشد میتونست که یک تغییر بهتر از ایره در زندگی اقتصادی مردم ولایت قندوز به وجود بیاورد. جوانان با مشکلات فراوان از جمله نبود زمینه های تحصیل روبرو هستند، وضعیت زنان با مشکلات زیاد روبرو هست و مواد مخدر به گونه بسیار بدش با بدترین نوعش که نوع سنتی مواد مخدر است، اما نمونه هایش شاید در دیگه ولایت افغانستان نداشته باشیم، در ولایت قندوز موجود است. و به این شکل همونطور که گفتم مجموعه مشکلات را که شما در اقصای نقاط افغانستان میبینین نمونه هایش در ولایت قندوز است که نیاز به کار بیشتر داره. بله، تشکر. این پسرک رحمت الله نام دارد، پسر 2 ساله ای که مصاب به سوراخ قلب است. هموطنان عزیز به 1313 زنگ بزنید، رحمت الله جان مصاب به سوراخ قلب است، کمک کنید. هموطنان عزیز، امروز با خریدن تکت ایثار به رحمت الله جان کمک نمایید. به 1313 با تماس شوید، زندگی یک طفل را نجات دهید. و همچنان از سیم کارت های روشنتان می توانید 10 تا 50 قطعه تکت خریداری کنید. بس دی فورتشن و لازم اتراکا بیره وکا از ما که وشوانیه یوسفا. در راه کوم کې سیریالونه نن مرته سبا مخم رښتیا راته وای چې خلک چالي کله باید راته رښتیا وای منوره ته وای باید راته وای چې خلک درته چالي کله وو خانه ته اوس ماته ولې دروغ وای هوا موري نیمگره هیله سبا ماخام شپاگ بجه للمر سخه.
آقای یوسفی، در کنار از اینکه شما میشه وضعیت کلی ولایت قندوز ارزیابی بکنین، مکس بیشترتان میشه روی فساد در قندوز بسازین. فساد اداری چگونه است؟ چقدر مردم آسیب میبینن از این ناحیه؟ بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما حاضرین گرامی، بینندگان محترم طلوع دوستای عزیز. خوب، قندوز از ولایت های ناامن با دریغ و درد در افغانستان است. ناامنی عمدترین مشکل و چالش در برابر مردم قندوز است و یک سلسله از عوامل دخیل در ناامنی افغانستان شمول است. در واقع در تمامی افغانستان میشه ازش متاثر بود و ماندار قندوز به عنوان یک ولایت نمیشه از ساحه تاثیر یا عوامل بدور باشه. عدم اراده محکم سیاسی برای تامین امنیت، سیاست برادرخواندگی و تضرع دولت و رهبری حکومت پیشین در مقابل مخالفان مسلح از عوامل دخیل در ناامنی است. برای گسترش ناامنی واقعا میشه گفت که نقش کلان ایفا کرده. در این زمان فساد اداری عمان که شما بهش اشاره کردین از عمدترین و مهمترین و برجسته‌ترین مشکلات مردم قندوز به شمار میره. در ضمن نبود حکومتداری خوب، حالا در زیر چتر این پدیده کلان میشه فساد اداری را برشمرد، عدم حاکمیت قانون و اجرای به موقع قانون، معافیت از مجازات، نبود اجماع نظر و حتی کم اعتنایی مسئولان بلندپایی حکومتی در رابطه با ایجاد زمینه های مشارکت فراگیر مردم در مدیریت سیاسی و تصمیم گیری ها و کنترل بر منابع از عمده ترین عوامل تداوم خشونت، مشکلات و چالش ها در ولایت قندوز شمرده میشه. و در این زمان ما میخواهیم به ادامه سخنان آجی صاحب، جناب آجی صاحب، یک چیز دیگر هم برز برسانم که بعلاوه آنچه که جناب آجی صاحب فرمودن، موجودیت گروه های غیر مسلح مسئول در ولایت قندوز یک عامل عمده ناامنی شمرده میشه. امروز باور بکنین که حتی در برخی موارد آدم احساس میکنه که موجودیت گروپا به مراتب خطرناکتر از موجودیت گروپای مخالف دولت هست. در اینجا شاید در اوایل در آغازین گام ها در واقع اربکی ها یا نیروهای مسلح، گروپ های مسلح غیر مسئول به خاطر بومی ساختن روند مبارزه با حراس افغانی و تروریسم ایجاد شد. شاید هم باور برای بود، تصور برای بود که پلیس ملی آن گونه که باید با جغرافیای روستاها آشنایی ندارن و شاید در تامین امنیت نتونن آن گونه که باید نقش ایفا کنن، میش از نیروهای محلی و بومی استفاده کرد. اما چون این کاری نشد، به علاوه که این گروپا در چهارچوب پلیس محلی تنظیم نشدن، از استفاده های خوب صورت نگرفت، بلکه ما شاهد استفاده های بد ابزاری برای تامین منافع مافیایی و برخی از حلقات معین سیاسی در داخل حکومت افغانستان و ولایت قندوز هستیم که بسیار دردناک است. تشکر. حالا فرصت شماست، شما از مناطق خود بگوین، از مشکلات شما با دست و گریبان هستین بگوین، و اگر پرسش دارین از دوستایی که در حضور دارم میروانی بیار اینجا به مولای سبتن مایکل. طول دو قندوز ملت دا خبر سرگند دا و معلومه دا چه بخنباد که سه حدیثات دی و سه رقم دی مسلمانان و وینی تویگی دا کسیلا بانده، سوک پا یو نام بانده، سوک بل نام بانده وزلگی گی. حتی تردیان دازی پوری چه دی مدرگی حالات به هم تاسی طول مسلمانان بلید لیوی چه دا غیلی سرک پا سر باند چه کم دا که سوک تیر سی، فرض مثال دولتی خلق که تیر سی، نور اخوات اطراب تا ورطلای نیسی، یو پولیس ورطلای نیسی. که سوک فرض مثال پا دغا دولت کی وظیفه ولری دی ماموریت، چه هر وظیفه ولری نو اخوات اطراب تا کتخیل و منطق قوات دی اطراب تا ورطلای نیسی، چه لار آلتا چه کم دا بس دی بینا توی دا. منظور زما دا چې په قندوز کې چې کوم دک هر شی وي، خه خلک نشته دي خپکې، ممکن بد خلک هم په قندوز کې وي، خو لیکن امن نشته ده. وزدا خبره په عملي توګه باندې چاته ثابته کړې نه ده خپل ملت ته چې د امن څه ډول کې
آیا هم دین پر امن ویل کیږي چې کوم د مسلمان د کلمې ورور درا واخلي په یو نام باندې په بل نام باندې مړ کی سره ورته پرې کی دي ته امن ویل کیږي نور مسلمانان ورته مشاهده کوي او فلم برداري هم دینه کوي دي ته امن ویل کیږي آیا چور چپاول ته امن ویل کیږي آیا خلق د موټر نه کده کیږي وشتل کیږي دي ته امن ویل کیږي دا داسې واقعات دي چې دا هم دولت ته معلوم دي او هم رعیت ته ملت ته معلوم دي زه په دې فکر کوم چې دا د ملت غږ ولې دولت نه اوري دا ولې چې کوم د پدیدګي سترګو باندې چې کوم د دولت سترګې پټوي ډېره مننه ډېره مننه خیر صاحب اللهم صل على محمد برادر پیشریه والکس ایمن هوت بسم الله الرحمن الرحیم محمد ایثار یاستم یک تن از جوانان ولایت کندوز امروز خیلی خوشبخت هستیم که میتونیم به توسط برنامه شما آواز خود را به سطح جهان و مردم افغانستان بشنوانیم چیزی که برای مردم کندوز هویداست میخوایم امروز با صراحت بگم و با جرأت تمام وضعیت ناامنی در ولایت کندوز همه از این ناشی از حمایت های خود دولت مردان افغانستان و مخصوصا خود آقای رئیس جمهور گذشته بود و تمام اشخاصی را که دولت مرکزی در اینجا میفرسته و اینها تمامشان حامی طالب و طالب پرور هستند و چند سال پیشی که وضعیت خوب بود زمانی که مولانای سید خیل دریجه قماندان امنیه بود و جنرال داود زنده بود اینها توانستند که وضعیت کندوز را خوب بکنه وضعیت کندوز به طور مخصوص جنگ فعلا در کندوز میان مردم و دولت مردان هستند که جنگ را در کندوز ناامنی را در کندوز تحمیل کرده بالای مردم کندوز تشکر بسم الله الرحمن الرحیم مینا اعظمی هستم به گفته سوال ما مربوط آقای امرخیل است اینا گفتن کندوز یکی از نامترین ولایت‌های شمال است علت در چیست علت اساسیش آیا اشخاص مسلح غیر مسئول است یا برادرهای ناراضی دولت که بعد از دستگیر شدن دوباره آزاد میشه اگر اینا تهدید برای امنیت نیست چرا آزاد میشه و چرا دولت به خصوص مردم ولایت قندوز و کسایی که در قندوز مسئول است جلوگیری کرده نمیتوانند تشکر اونم آخرم برادرم من به قندوز که یا بندر لرو به نام شیرخان بندر چې دې سو کلون را دی خواته زنه په هیګم چې دی بندر عاید شته او کنشته کچیر دا بندر عاید لري او دنه پښتنه وشي چې دغه قندوز ولا دغه دی بندر عاید چیرته او کومه خواته دی باید دا په دې قندوز کې مصرف شي دا ما یو خواهش ده او بل خواهش می ده چې په قندوز ولایت کې منګه یو شرکت لرو په نام د سپینزر شرکت چې هغه په هغه وخت کې چې 3200 نفر بدلته پکې کار کو کچیر دغه شرکت بیرته فعال سی هغه په بار بار د خبرې تکرار شي وي دي مقامات د خبرې سي لیکن عمل به نه کیږي کچیر دا سی وي چې د شرکت مون ته فعال سی او 2300 یا 3000 زیاتو کم دي مونږ د بیروزګار خلک دلته به دا یو روزګار پکې پیدا شي او بل خبر دا ده چې په قندوز ولایت کې ټول خلک د امنیت نه ناليږي چې امنیت نشته دا امنیت مونږ ته غیر مسول خلک راوښته ده کچیر دا سی د مقامات وکول سی چې دغه د قندوز غیر مسول خلک یو تنظیم ورته جوړ کی یا په پولیسو کې یا په ملي اردو کې دغه یو تنظیم شینو ته مونږ خواهش ان شاء الله پولیس یو دغه امنیت به قندوز ته راسي خب تشکر اول خیر صاحب از شما یک سوال بود که علت اساسی ناامنی چی است و چرا زندانیان طالب رها میشن به جواب سوال خواهر من میگم که خواهر سوال داشتن که بعضی مردم گرفتار میشوه و پس اعلام میشوه شاید ممکن همه مطلب هم داشتن که بعضی مردم شاید به عنوان پروسه در صلح بیای و باز پس بروند در اونجا یک جای شوند شاید یه هم بود خو با محل کسایی که به پروسه آمده اونا الحمدلله تا به الحال پس نرفتن یگان گروپی که به حساب خودی ارگانهای امنیتی تنظیم کرده و بریازی وظایف داده در جنگ اونا تبادله شدن یعنی مثلا نمساهره اگر طالب یا دشمن دیگه گرفته کتی از وا پستیج سقوط کرده یا یک جای شده یا رقمی که شده او کاری بوده که هر کسی که در سنگر در جنگ بود در جنگ اگر اما معرکه جنگ می بازه دیگه مجبور و مکلف به مخالف تسلیم می شود باز هر معامله که به او صورت می گیره
و کسایی که به حساب گرفتار میشه و مثلا از او تحقیق صورت میگیره، اگر مجازات میشه و این کاری محاکم عدلی ما و شما است که سراندوالی تحقیق میکنه، مثلا امنیت ملی هم سراندوالی داره و هم تحقیق میکنه، به محکمه میروند، اگر جرمش ایجاب میکد اونا عفس میشه و اگر قابل ار جرم و جنایتی که بود و جزای خود میبینه. مگم متاسفانه ما ایرم از چشم پوشی نکنیم، قاضیای ما که صراحتا در بعضی موارد حکم کردن نمیتواند، علتش اینمی مسئله نامنی است. علت اساسی از اینمی تمام مسائل که قانون تطبیق نمیشوه، حق به حقدار داده نمیشوه، مسئله نامنی است. یک سنگری تیار موجود است بخاطر جنایتکار که از اینجا باید فرار بکنه او یا اینجا قتل بکنه یا اینجا به حساب اوباشی بکنه یا مال مردم غصب کنه یا مردم از خانه به خانه بسازه یا مثلا دیگه مزاحمت ها را خلق بکنه و سنگر دیگهش معلوم است که به مخالفین میره و در اونجا پردی از اون میشه. ما از حکومت مرکزی بارهای گله را کردیم که به شش واحد اداری و به پرسنل شش واحد اداری ولایت امن نمیشه. اگر دولت خواسته باشه و این مردم ما را نادیده نگیرن، اول بریازی باید حداقل تا دا 12 واحد اداری اضافه بکنن که همیشه شش واحد ما به 12 واحد اداری برسه که مردم تا یک حدی را منظم ساخته بتانه که حقش از امی او باشه و از اینمی مردمی که به حساب امنیت مختل می سازه اونا را بجایش بشانن. و دیگه گله من از اداره مرکزی امی است که اینمی مردمی مسئله غیر مسئول پیشتر امی جوان به جای گپ نزن، این واقعیت است که امو گپ یزیا بجا بوده، اینا کلش حمایت می شوه. اگر از امو طرفا حمایت نشوه اونا اینا را حمایت نکنن، اونا به خاطر چی را حمایت میکنه؟ این سوال هم باید روشن برای مردم گفته شود. به خاطر از این که سرزمی اداره مرکزی و سرزمی حکومتداری اینا باورمند نیستن. اینا میگن که امروز و فردا کل در کمین شیشتگی است که شاید وضعیت مختل شود و اینمی اوباش ها و اینمی مسئله غیر مسئولی را که ما در اینجا داریم باز ما حکومتای خود سرزمی جور میکنیم. ای ارمان شاید ممکن هر کسی که داشته باشه، خدا مهربان است، این ملک ملکی مسلمان است، ای ارمان شاید اونا به گور ببرن. مگم من بگیم که به لحاظ خدا به خاطر ازمی مظلوم ملتی که در بدر و خاک بسر است، ازمی حمایت های بیجای اینا دست بکشن و این مردم رو ببانن که در این ولایت قندوز امنیت تامین شد. سپاسگزار. سپاسگزار. د ورځې په اړه سم کال د کرکټ شلا وریز نړیوال جام سیالي ډیر ژر للمر څخه آقای یوسفی، اگر حکومت محلی در اینجا مشکل داره و مقامات محلی مثلا در برخی موارد ناامنی یا فساد دخیل هستن، قندوز 9 کرسی در پارلمان داره و خوشبختانه رئیس مجلس نمایندگان هم از قندوز است. نقش وکلا چی بوده در وضعیت قندوز؟ نقش مثبتشون منفیشون؟ تشکر. راستش باید همین جایش است عرض کنم خدمت شما که اساسا وکلا و نمایندگان مردم قندوز در پارلمان و مجلس نمایندگان هیچ نقش در تامین امنیت در قندوز نداشتن و در این زمان حتی نتونستن به عنوان نماینده مردم وظیفه و نقششان برای انعکاس خواسته ها، نیاز ها، مشکلات و چالش های ولایت قندوز در سطح کشور ایفا کنند. خوب دلیل عمده و اساسیش هم است که ولایت قندوز یک ولایت ناامن است و به علاوه که ناامنی یک چالش عمده است، عدم حکومتداری خوب و رفتارهای سمبولیک و نمادین و گزونشی در مورد اجرای قوانین و برگزاری انتخابات از جمله یک چالش عمده دیگر فرارای مردم است. اینجا عمان گونه که استخدام بر مبنای روابط صورت میگیره و کرسی ها تقسیم میشه بین حلقات مافیایی، معلوم دار که انتخابات هم به گونه نمادین برگزار میشه و آن گونه که باید انتخابات عادلانه، آزاد، دموکراتیک، سری و مستقیم برگزار نشده. ما شاهد فساد گسترده در روند انتخابات بودیم.
شاهد تخطی ها و تقلب های گسترده در چندین انتخابات بودیم و با دریغ و درد که در روند انتخابات در ولایت کندوز هم این تقلب وجود داشته و بسیاری از نماینده ها با باوری ما البته نمیگم تمامیشان اما شماری از نماینده ها که امروزه دارن از مردم قندوز در پارلمان افغانستان در مجلس نمایندگان نمایندگی میکنن شاید رأیشان از طریق تقلب گرفته باشن و تازه امو شایستگی و کفایت نماینده بودن ندارن و نتونستن به اثبات برسونن که دقیقا از مردم قندوز نمایندگی میکنن. ما حتی در طی 4 یا 5 سال نتونستیم با آسانی نماینده های ما رو در ولایت قندوز ببینیم و میگه انتخابات ختم میشه نتیجه اعلام میشه و یا میرن به پارلمان راه پیدا میکنن باز دوباره در اون مرکز هستن باز تا موقعی که دوباره انتخابات برگزار شوه باز یا دوباره حضور پیدا میکنن و از طریق حلقاتی هم در کابل و در ولایت لابی میشن حمایت میشن و مالدار به این طریق هم باز رای میگیرن. مالدار ما هم انتظار چندانی از اون نداریم اما خدمت شما عرض کنیم که همین رفتارهای گزینشی و سمبولیک در مورد اجرای قوانین یک مشکل عمده و اساسی دیگری برای ناامنی هم هست. همونطوری که فساد خودش میتونه برای گسترده شدن ناامنی موثر باشه. ببینید در برخی موارد حتی در بسیاری از موارد دولت مردان ما و مقامات محلی در ولایت کندوز البته در سطح افغانستان هم چنین وضعیتی وجود داره مخصوصا در سطح ولایت کندوز قانون تا جای قبول دارن و اجرا میکنن که منفعتشون تامین کنه اما در جاهایی که او بندای او بخش از قوانین نتونن منفعت گروهی سیاسی و یا حتی قومی و شخصی خودشون تامین کنه باز به قانون پشت پا میذارن. یک دلیل عمده ناامنی هم در ولایت قندوز موجودیت فساد و عدم حکومتداری خوب می است. تشکر آقای خلیق. از سهم جوانا یا وضعیت جوانا شکایت های شد که مثلا در موارد جلوشان گرفته میشه شما بیشتر در این مورد توضیح بدیم وضعیت چگونه است؟ دقیق گفتن جوانا با انبشت از مشکلات در ولایت کندوز روبرو هستن فرصت های لازمه که باید در اختیار از اینا گذاشته میشد تا اینا بتونن رشد میکردن و امو ظرفیت های خود را تبرز میدادن و نقش ایفا میکردن در روند انکشاف بازسازی. متاسفانه این فرصت ها در اختیارشان گذاشتن نشد، زمینه ها برشان مساعد نبود. یک از مشکلات کلان را که امروز جوانای ولایت کندوز بایش مواجه هستن عدم دسترسی به زمینه های تحصیل است که از نیازها و حقوق اساسی و شهروندی و حقوق ابتدایی است که جوان به گونه طبیعی و قانونیش حق داره که باید درس بخونن، تعلیم بیاموزن و بعدنش هم که علاقه دارن زمینه های تحصیل برشون مساعد باشه. شاید هم این مشکل در سراسر افغانستان باشه ولی در قندوز هم این حس میشه. پوهنتون‌های دولتی میزان جذبشان بر تحصیل جوانان کمتر است و پوهنتون‌های خصوصی که ایجاد شده که در ولایت قندوز بسیار محدود هم است، فکر میکنم یک تو یا دو پوهنتون خصوصی آمده که فعالیت دارن، با هزینه هایی که اینا میگیرن جوانانی که توان مالی ندارن نمیتونن که تحصیل بکنن. حداقل یک مشکل است نبود فرصت های کار یا جذب به کار در دولت پس از تحصیل که اینا تحصیل کرده میشن به سوی لیسانس یا بالاتر از تحصیل میکنن اما فرصت های جذب در ولایت کندوز برای جوانان کندوز مساعد نیست. متاسفانه پروسه استخدام همونطور که جناب یوسف صاحب هم اشاره کردن در افغانستان از یک طرف که با ضابطه ها امراه نیست با رابطه ها پیگیری میشه، از طرف دیگه آدم گفته میتونه که به گونه مافیایی شده و در ولایت کندوز جوانان تحصیل کرده ما ایره به گونه بسیار جدی و شدید حس میکنن. ما در اداره های دولتی خود بالاتر از 70% کسایی را داریم که از دیگر ولایات آمدن جذب شدن و از این پروسه استخدامی که به گونه به نحو مافیایی مدیریت میشه و به اساس سلیقه ها و روابط استخدام ها صورت میگیره این را به عنوان یک تبعیض یا تعصب مطرح نمی کنیم ولی این حق از جوانان تحصیل کرده ولایت کندوز گرفته شده در بسیاری از ادارات علاوه از این که در رأس یک اداره یک کس از یک ولایت دیگه آمده مقرر میشن بعدن حتی در رده های پایین تا کارمندای عادی را هم
به اساس اونم روابط و تعلقات من میگمارن که این یک ضعف بسیار بزرگ را در روند انکشاف در ولایت کندوز هم به میان آورده که بعدا شاید مشکلات دیگه در بخش جوان را هم برتون بگیم، اما در همین جا میخوایم که یک تاثیرگذاری همین روند ناقص استخدام هم برتون بگویم. ولایت کندوز به لحاظ انکشافی واقعا زیاد انکشاف نکرده، چیزی که تغییر به زندگی باشنده های ولایت کندوز آورده باشه چی هست؟ من نمیدونم، اگر ما خلاصه بکنیم انکشاف و بازسازی را به اسفالت شدن چند جاده و ساختمان چند مکتب که واقعا مانند دیگر نقاط افغانستان در اینجا هم چنین بازسازی های صورت گرفته، ولی به لحاظ از اینکه یک تغییر کیفی در زندگی باشنده های کندوز آورده باشه نیست. اداره های ولایتی مکلف هستند به خاطر جذب بیشتر پروژه ها و بودجه های انکشافی که سالانه یک سقف از بودجه های انکشافی را بسازند. ما در جریان هستم که بالاتر از 70-80% اداره های دولتی تا حد با بی‌ظرفیتی مثلا به سر میبرن که اینا سالانه قادر به ساختن سقف بودجه های انکشافیشان و ارائهش به اداره های مرکزیشان و وزارتخانه هایشان نیستن. به همین اساس هم هست که ما نتونستیم بیشتر پروژه های انکشافی را به کندوز جذب بکنیم و به گفته یوسفی صاحب که از یک طرف هم نماینده هایی که نتونستن از کندوز درست نمایندگی بکنن، گوش وزارتخانه ها از طرف کندوز کاملا آرام است، اونا بیشتر پروژه ها و بودجه ها را به ولایت های میتن که در اونجا نهادهای فعال حکومتی وجود داره و برشان واقعا کار میکنه و از امتیازاتشان دفاع میکنن در ولایتشان، و از طرف هم پارلمان نماینده هایشان بالایشان فشار میره که از این لحاظ اداره های مرکزی گوششان آرام است و من خاطر هم است که به کندوز کمتر توجه میشن. ستشکر بانو رستمی، نقش وکلای زن چی بوده در بهبود وضعیت زنای ولایت کندوز و همچنان آنگونه که میفهمین در آستانه برگزار انتخابات پارلمانی آینده هستیم، چقدر اهمیت داره؟ فکر میکنین که خانما سهم بگیرن و یک نماینده واقعی خود انتخاب بکنن؟ بسیار خوب، به نظر ما اگر ما کلن وکلای پارلمان خودمان و وکلای پارلمان کندوز را یک دفعه به تحلیل بگیریم کارکردشان، میتونیم از روی تغییرات که در کندوز ایجاد شده قبل از رفتن اونا به پارلمان بعد از رفتن از اون میتونیم ارزیابی بکنیم واقعا که تا چه اندازه حضور از او در پارلمان تانسته که تاثیر مثبت در کندوز داشته باشه. باز در رابطه با مسائلی که مربوط به وکلای زن هست، متاسفانه وقتی میبینیم که در سطح زنا، سطح زندگیشان، سطح سهمشان در حکومت هیچ تغییری ایجاد نشده با آمدن یا با رفتن دو وکیل زن به ولسی جرگه از طرف کندوز، ما شاید تغییر جانچنانی نبودیم. میتونیم بگیم که واقعا تاثیرگذار نبوده. شاید بعضی از دوستا در اینجا حضور داشته باشن یا صدای من از طریق تلویزیون بشنوند، کسایی باشن که وکلا برشان خدمات را ارائه دادن، اونا شاید راضی باشن، ولی اگه گفت ما که امروز میزنم در رابطه با اینکه میزان موثریت کارکرده وکلای ما در پارلمان موثر نبوده یا قابل دید نبوده، به خاطر اینه که من عمومی وقتی که وضع کندوز میبینم که هیچ تغییرات اساسی چی در رابطه با بخش انکشافی، چی در رابطه با بخش اقتصادی، چی در بخش ساختار، این تغییر عمده و اساسی ایجاد نشده. میتونیم به این نتیجه برسیم که واقعا حضور وکلای ما در پارلمان هم تاثیرگذار نبوده. چرا که وکلای محترم ما هم از اغناس و ذکور در رابطه به منافع عمومی کندوز هیچ تعریف مشترک نداشتن. من به یاد ندارم که هیچگاه هیچ کدام از وکیلا به کندوز سفر داشته باشند یا دیده باشند همراه کتله های مشخص مردم، و یا ای که هیچ کدام از نشده که نه تا وکیل ما مکمل یک دفعه آمده باشند گفته باشند که وضعیت کندوز به چه حالت است و صدای کندوز، صدای ناامنی کندوز حتی تا کابل رسید. کلگی وقتی صدای نام کندوز هم میشنوه احساس میکنه شاید وضعیتی مثل هلمند داشته باشه، ولی یک دفعه نشد که وکیلای ما بیان دیجا ببینن ارزیابی بکنن با هم دیگه. شاید تک تک هر کسی بنا به علایق، بنا به وابستگی هایی که به یک قوم خاص، به یک گروه خاص داشت، برای از اونها کار کرد، ولی به خاطر منافع عمومی کندوز نیومدن یک دفعه بشینن گپ بزنن همراه مردم که تا چه اندازه نیاز و ضرورت دارن، تا چه اندازه رفع شده و چه کارهای دیگه باید انجام شوه. مطمئنا مردم طرحهای خوبی را داشتن که امروز او شریک بسازن، ولی متاسفانه چون با رأی واقعی مردم اکثر از اونها به پارلمان نرفتن، اونها باز از او میخوان که دوباره رأی به اون شیوه به دست بیارن، باید خدمت بکنن به اون کسی که بر از اونها
کمک کرده که به پارلمان برن. ضرورت دارن به دیگرها. یکی از وکلای پارلمان ما در نشست که همراه مردم ما داشتن، مردم ازشان پرسان کردن که شما چی میکنین، به وضعیت زنان چرا توجه نمیکنین. اونا یک مثال رو دادن که شما دو تا وکیل زن دارین در پارلمان، چرا اونا مشکلات شما رو حل نمیکنن که ما باید مشکلات شما رو حل بکنیم. ما در جواب از اونا گفتم که شما تنها از مردها رأی نگرفتین که فقط شما نمایندگی از مردها بکنید، شما باید نمایندگی از مردم کندوز بکنید. و اونا بسیار سرشان تاثیر کرد که به ما گفتن که ما 15,000 عریضه را دارم که ما را تعقیب کردم و مردم را مشکلات حل کردم. و شاید او دو سال پیش بود، شاید علی به 30,000 به 100,000 عریضه ها رسیده باشه. گفتم فقط امون نفر را برای من رای بده، من تا 15 سال دیگه وکیل مردم کندوز هستم و بر رای شما و امثال شما ضرورت ندارم. یعنی ببینین، فقط مردم ما باید هوشیار باشن، باید فکر بکنن، ببینن که کسی که برای منافع کندوز یک تعریف مشخص داره، منافع سمت، قوم، جنس نه، بر منفعت قندوز، برای انکشاف قندوز چی طرح عملی داره؟ یکی شعار است، یکی عمل است. تا چه اندازه خودش تعهد داره، تا چه اندازه مردم را میخواهد که در او پروسه و اجرای از او طرح سهیم بسازه، حتما سعی بکنن به او رای بدن بدون از اینکه توجه بکنن او از کدام قوم، از کدام سمت، از کدام آدرس میه. به خاطر از اینکه منفعت قندوز مطرح است، اگر ما باز هم پشت زمین منافع سمتی و حزبی و قومی نگاه بریم، باز اونم حالتی است که در طول 13 سال که دو دور ما پارلمان را داشتیم ولی هیچ تغییری در قندوز ایجاد نشد متاسفانه، و کارکردهای وکلای ما در پارلمان موثر نبود. حتی ما حتی یکی از وکلای ما شاید اول افتخار میکردیم، رئیس پارلمان هم هستن، ولی واقعا نتونستن که به اندازه ای که باید توجه شود برای قندوز توجه صورت بگیره. تشکر، سپاسگزار. هر څه له یوې هیلې پیلېږي، د بریا په